السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کانال افغان کوکینگ آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز بر شما نازنینا یک کلچه بسیار خوشمزه که امرای زردالوی خشک می باشه در نظر دارم. امیدوار هستم که خوشتان بیاید و تا آخر فیلم با ما باشین. الله هم بارک علیه یک جای میگیم همه ما. همچنان لایک، سابسکرایب، شریک ساختن فراموش نکنین. هرگاه سابسکرایب میکنین زنگک خورده در پالی دکمه سابسکرایب فشار بدین تا در جریان ویدیوهای نو باشین. صفحه اینستاگرام خواهرتان همچنان فالو کنین اگر وقت داشتین شریک بسازین. و همچنان ویدیوهای قبلی را خدمت شما ایزان ثبت کردیم گذاشتیم، وقت داشتین این را همچنان ببینین و با دوستان نازنینتان شریک بسازین. لیست کلچه را برای شما نازنینا در انگلیسی و فارسی نوت گذاشتیم. حالا از نزدیک میبینیم چی به ما کار است. پنیر پاشان افغانی یا دری ایره میگن قطق و دوبار مسکه مانده بود، از خاطر دخص مسکه را یک جای کدم. 200 گرم مسکه یک گیلاس پر آرد به ما کار است. پر بگیرین شما و همچنان کمک نمک به خاطر که مزیش کم تغییر کنه، بسیار کم. بر مواد داخلش یک قاشق چای خوری ایل چای به ما کار است. 150 گرم زردالو که ایره قبلا شستیم و ترش کردیم و همچنان یک گلاس شکر همراه 1.5 قاشق نشایسته. اگر نشایسته ندارین میتونین که از آرد استفاده کنین. آرد خود سر میز میریزیم و همچنان بالای آرد مسکره اضافه میکنیم و همراه دست با هم میزنیم. اما میخوایم به شما ازان یک یادداشت بگذارم که بهتر است که مسکره همراه قطق و یا پنیر پاشان یک جای بسازین. بعد از اینکه خوب صحیح یک دست شد بود از همراه آرد کت کنین، چون در لیست هم قسم نوشته بود که ابتدا مسکه و آرد یک جای بسازین. من اما قسم به عمل کردم اما پشیمان شدم. باید اول مسکه و قطعه یک جای بسازین و یا پنیر پاشانه. بعد از او همه مواد یک جای یک خمیره که بسیار نازنین، بسیار خمیر نرم و لطیف است درست کنین و مدت 10-15 دقیقه در پلاستیک بپیچانین کنار بگذارین. فعلا امی تقریبا 150 گرم کشته را از ماشین گوشت میکشیم. میتونین از آسیاب برقی بکشین، منطقه به من راحت در از ماشین گوشت بود، من از این ماشین میکشم. و همچنان میتونین داخل کشته چارمغز، بادام، هر خشکی که دوست دارین استفاده کنین. آله قسمی که دیدین آرد و نشایسته را یک جای گرد کرده بودم و همچنان ایل چای اضافه میکنیم، همیشه به هم میزنیم. شما میتونین عوض ایل چای از رنده پوست لیمو استفاده کنین، خوشمزه میایه، و یا از مالته. به هم زدیم و حالا 4 قاشق غذاخوری خسته آفتاب پرستش اضافه میکنیم. میتونین به جای خسته آفتاب پرست چارمغز استفاده کنین. ما چارمغز استفاده نکردم، ایره استفاده کردم به خاطر که یک امتحان کردم ببینیم چطور میایه. واقعا مزه‌دار آمده بود. فعلا سر میز چرب میکنیم. شما میتونین از آرد استفاده کنین، من چون خوش ندارم آرد استفاده کنم از مسکه استفاده کردم. روی میز چرب کردیم، بعد از او همراه قالب گرد برش کردیم و حالا به این شکل برش زدی میشه و یک قاشق چای خوری از این مواد داخلش میگذاریم و لوله میکنیم، میشه مثلا کلچه به حساب کراوسان میگن، کلچه فرانسوی به مشکل لوله میکنیم و کلچگه که بسیار نازنین درست میشه. شما البته میتونین شکلهای مختلف که خودتان دوست دارین تغییر بدین و دیزاینکای بسیار نازنین انتخاب کنین براتون درست کنین. من یک چند رقم به حساب دیزاینکا که مد نظر داشتم بر شما نازنینا نشان میدم، آموزش میتم تا که شما نازنینا از این قسمی که من درست کردم شما استفاده کنین. میتونین قالب بزنین، میتونین به این شکل برش کنین خمیره، دو قسمت شو همراه کارت به این شکل باز میکنیم خمیره. بعد از او یک قاشق چایخوری از این مواد کشته میگذاریم و دو قسمتش به این شکل در دو بغل دور میتیم. بسیار ساده است و بسیار یک کلچه زیبا و مقبول میه که خوش انسان میه هم طرفش سیل کنه و همچنان نوش جان کنه. و حالا یک دیزاینک دیگه است که چهار قسمتش ما به این شکل امروی کارت برش کردم. بعد از او عین عمل با یک کلچگک نازنین انجام میدیم. قسمه که ابتدا کلچه اول جور کردیم یا بسیار زیاد زیبا و نازنین میایه. خمیر ما یک کم نرم میایه، شما پریشان نباشین، باید همتر باشه به خاطر که کلچه کاملا مثل کلچه خمیر و ورقه‌ای میایه. بسیار یک یعنی همی خود نان کلچه بسیار زیاد خوشمزه است. به این ترتیب همه کلچه ها را قالب میزنیم و شما یک یادداشت که در ابتدا براتون گذاشتم رو حتما مد نظر بگیرین. ابتدا پنیر و مسکره یک جای در ماشین برقی بزنین یعنی میکسر برقی. بعد از او که یک دست شد باز امرای آرد گتش کنین. این بسیار مهم است. فعلا قسمه که میبینین این کلچگک که ما را امرای پنجه دورشه یک دیزاینک زیبا میدیم. شما میتونین که فانتزی خود به کار بندازین و به کار بگیرین و کلچه های زیباتر برخودتان ان شاءالله که درست کنین. امیدوار هستم که ایده خوش در پیش رو داشته باشین و این کلچه های نازنین خوشمزه را در عید برخودتان درست کنین به خانواده نازنینتان. و همچنان اگر زحمت نمیشه لایک و سابسکرایب و همچنان شریک ساختن فراموش نکنین. امکان داره کمی نوشته کردن بر شما یک دقیقه راندن دبر نگیره، اما بر خواهرتان یک دنیا خوشی هدیه میکنین. بر من بسیار زیاد خوشایند است کامنت های هر کدام شما اینا را بخوانم. و همچنان فعلا سفیدی تخم داشتم امو رو امرای نمک کت کردم، کمک آب انداختم تقریبا یک قاشق به هم میزنیم و در روی کلچه ها همیشه میزنیم. متوجه باشین که اگر که سفیدی تخم باشه یا زرد یک تخم بسته باشه میتونین هر کدامش استفاده کنین. چون من سفیده بسیار زیاد دارم در صبحانه یعنی زردی تخم همراه شیر و عسل نوش جان میکنیم و سفیده ها باقی میمانه. به او خاطر من اکثرا سفیده ها را استفاده میکنم در کیک و کلچه و روت و گپا و همچنان در روی سفیده ها در روی کلچه ها میزنیم و بعد از این شکر در روی همه کلچه ها میپاشیم. چون خمیر ما شکر نداشت فعلا در روی کلچه ها شکر میپاشیم تا که یعنی شیرینی کلچه کم نباشه. مدت طبخش براتون نوشته کردیم درجه داشت تقریبا 180 تا 250 باشه. داشایی که ضعیف است 250 بگذارن یا 260 و داشایی که تیز است 180 بگذارن. مدت طبخش 30 دقیقه تا 40 دقیقه می باشه. البته همیشه فکرتان باشه که داش از پایین بالا روشن باشه به خاطر که اگر از یک طرف روشن باشه کلچه و یا کیک درست پخته نمیشه. و فعلا بشقابک خود تزیین کردیم به این شکل. مربای آلو بالو که سر زمستان آماده کرده بودم خواسته باشین لینکش میگذارم در پایین ببینین انشالله. و فعلا کلچه ها همش پخته شد بسیار زیاد یک امو شکلی که برش داده به امو زیبایی که داشت افس شده. یعنی کوشش کنین که کلچه های را که پخته میکنین در خمیره که یعنی خمیر ترش داره استفاده نکنین و یا پودر کیک چون که میپنده امکان داره که همین شکل زیباییش از بین بره. اکثرا در بسکیت ها استفاده کنین در کلچه هایی که یعنی خمیر ترش نداره. امی نقشی که داده بودیم حفظ شده بسیار زیاد زیبا پخته شده از پشت روی. شما میتونین بسیار با جرأت کلچه را در عیدتان انشالله پخته کنین و همچنان ویدیوهایی که قبلا ثبت کردیم کلچه ها بسیار زیاد است که انشالله وقت داشته باشین او کلچه ها را دیدن کنین و خودم یک تصمیم دارم که از 3 فیلم یک فیلم البته فیلمک های کوتاه بر شما نازینا از کلچه ها ثبت کنم و خدمت شما نازینا بگذارم تا که برای عید که پیش رو است یک آمادگی خاص داشته باشین. دیگه در اخیر امیدوار هستم مثل همیشه امکان داره گپایم تکراری هم باشه، اما بازم یک یادآوری میکنم عزیزان ما که فراموش کردن لایک و سابسکرایب فراموش نکنین، با دوستای نازنینتان ویدیوها را شریک بسازین و همچنان مهمانای عزیز ما که نو با ما در صفحه ما تشریف میارن اونا را همچنان خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که سابسکرایب کنن و همکار دائمی ما باشن. اگر امکان داشته باشه بر خواهرتان یک دعای خیر همچنان بکنین و من آرزو دارم و شما نازنینا آرزوهای بسیار خوب. امیدوار هستم که صلح آرامی سر تا سری بیایه و وطن عزیز ما یک آرامی مطلق شوه و یک خوشبختی یک آرامی در تمام مکان فرما شود. در اخیر فیلم شما را به الله مهربان میسپارم، منتظر ویدیوهای نو باشین. الله حافظتان.